چطوری مچو؟ خوش اومدید به پارت دوم بازی کانتراباند پلیس. پارت قبلیشو همونطوری که حدس می‌زدم خیلی دوست داشتید. به خاطر همین از پارت دومش هم گیم پلی می‌ذاریم. اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ ادامه بازی. خب آقا، آخرین جایی که رسیدیم این بود که بریم یه استراحت کوچولویی بکنیم، ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته. اینجا میخوابه این بدبخت، چه زندگی سختی داره این توی یه دونه کانکس کوچولو، تازه آفیسر درجه داره مثلا. اوکی، یه روز گذشت، دو تا اشتباه داشتیم توی پارت قبلی، دو تا درست. در مجموع همه چیو که داره بالا پایین میکنه و حساب میکنه یه چیزی هم ما بدهکار شدیم، یعنی صفر شد، اصلا هیچ درآمدی دیروز نداشتیم. ببینیم امروز میتونیم بهتر ذره کارا رو انجام بدیم یا نه. خب دوباره داره بهمون سلام میکنه آقای پتروف، دیپوتی کمیسر هستن ایشون، دارن وظایف ما رو بهمون گوشزد میکنن. خب میگه که اول باید اینفورمیشن بورد و یه نگاهی بهش بندازیم. یه نفر مثل این که هست که دیروز از دستشون در رفته، بهش ایستادن وای نستاده، پارتیشال رجیستریشن نامبرش 70 یا 7 OZX. اینو باید یادمون باشه در اول. یکی دیگه هم هستش که عضو گنگ و تنها اطلاعاتی که ما راجبش داریم اینه که فقط 38 سالشه. خب ممکنه 1000 تا آدم 38 ساله از اینجا رد بشه، من کجا باید پیداش کنم؟ 70 ZX یا 7 OZX. آقا شما به این جنگه میخوری خیلی. بده ببینم چه خبره این تو. کی تو؟ آقای کمال آلتای. این که مچه، درسته؟ پاسپورت نامبرت هم چک بکنم، فکر میکنم درست باشه اینم. و تاریخ انقضا، اینم مچه اوکیه. دیت آف برث، 30 سالش شد. اونی که گفتش 38 سالش میشد فکر میکنم. چقدر این تاریخ خوبه، خودش همه چی اون پایین چک میکنه. خب آقا من ایشونو فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه، اصلا میتونیم اجازه بدیم که رد بشه از اینجا. آقا یه لحظه شما تشریف بیار بیرون، فقط من یه ذره استیل تو که نگاه میکنم به نظرم مشکوک میاد یه چیزایی. آقا فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه شما. چجوری باید بهش پس بدم حالا داکیومنتریشو؟ یه برو بشین تو ماشینت. آها میگه که یه چیزایی هست فقط با اشعه یووی میتونی ببینی، مثل این که اونم به احتمال زیاد تو ماشین طرف باید باشه. چی رو فقط میگه که باید چک کنی با یووی؟ مثلا چی ممکنه این همراش باشه که من با یووی ببینم؟ چیزی اینجا نیست. آها یووی این یکیه، مثل این که میگه برو دو صندلی عقبش ببین یه دونه مار اون زیر قایم کرده بیشرف. جای مختلفی هم میتونن چک بکنن. خب میگه که برای اینکه بتونی اینو از اون زیر در بیاری به چاقو نیاز داری. حالا بذار من اول یه نگاه کلی به همه جا بندازم. این مثل این که خیلی مشکوکتر از این صحبتاه. داداش مار جا به جا میکنی، برای همین نمیتونستم پاستو بهت پس بدم دیگه. الان من این چاقوها رو برداریم اینجا، برم صندلیشو جر بدم. آشغال میزنم خودت هم میکشم، یک کلمه دیگه حرف بزنی. اوکی. اوه این زیر رو ببین، این زیر ببین چه خبره، موادم داشت حتی اصلا، یا نمیدونم که شاید اون ماره علامت مواد بود مثلا. حالا میگه که زیر هودش هم نگاه کن. اوکی یه دونه مواد دیگه اینجاست، فکر کردیم من میذارم کسی کوکائین از اینجا رد کنه. اسکول بچه شدی. آقا ایشون ارسته، ایشون رو باید بگیریدش اصلا. آره پد چی فکر کردی؟ ایشون رو بگیرید ببرید بابا، دستبندو زدم بهش. فکر کردی الکی کسی اینجا دست من میتونه فرار کنه؟ خب اومدیم یارو رو انداختیمش توی زندان، فعلا درم روش میبندم. و اینکه میگفت یکی باید اینجا باشه که حواسش به این یارو باشه در نره. اوکی اینجا هم ویرهاوس منه. کم کم یه ذره بتونیم آپگریدش کنیم میتونیم اینجا رو به زندان تبدیل کنیم که آدمای زیادی رو که دستگیر میکنیم برای همشون جا داشته باشیم. اوکی آقا
این کارو که انجام دادم، یه چیز دیگه اینجا فقط انگار هست. آها، اینجا یه چیزی داره میگه. این قسمت مثل این که استوریج خودمونه، میتونیم وسایل خودمون و تمام چیزهایی که پیدا میکنیم و میگیریم از این آدمای خلافکار بیشرف بذاریم بمونه، بعدن یه جا باید ازشون استفاده کنیم. و اینکه اگه کنترل و کلیکو بزنی این آیتما همشون میرن اون طرف. حالا نایف ما میذاریم باشه، این مواده که پیدا کردم فقط میذارم تو استوریج بمونه. خب حالا باید یه مشورتی با این آفیسر بکنیم ببینیم این ماشینه رو باید چیکار کنیم. فکر کنم ماشین رو باید ببره دیگه. ماشین رو اینجا ورد و ببر دادش تمیز کن. ماشین هم ورداش برد میسیم چاره. آره دقیقا. اوکی، چیکار باید بکنیم حالا؟ دو تا چیز دیگه اینجا هست که باید وردارم یا باید بذارم سر جاش. سه تا تیکه چیز بود البته. یه دونه تبره، نمیدونم چیکار میکنیم، چه دردی میخوره. من میزنم ماشین پاشیم میارم پایین اینجوری، رم نمیکنم به کسی، منو میشناسی. آفیسر عصبی هم من کلن. اگه هم الکی به ماشینی آسیب بزنی اونجاست که دیگه کارت ساخته است دیگه. آقا بده ببینم مدارک تو بسر جون، حرفم زیاد نزن، ماشینم بیا پایین. اصلا اونجوری با من اونجا صحبت نکن. پیاده شو ببینم، پیاده شو چک بکنیم. ملک ازترک، اسم و فامیلت هم مچ نیست، حتی اسم و فامیلت هم مچ نیست با هم دیگه. پاسپورت نامبر، این فکر کنم مچ باشه، اینم مچ نیست حتی. تاریخ انقضا، اینم حتی مچ نیست. بابا تو خیلی داغونی. عکس چی؟ عکس خودتی داداش؟ یه ذره اونجا موات قهوه‌ای میزنه ولی خب اشکالی نداره. حالا تو فکر میکنم که تو دردسر بزرگتری هم افتاده باشی. من یه چک بکنم با اشعه فوق‌العاده خفنی که همراهمونه. چیزی به نظر تو ماشینت نمیاد، نمیدونم. تو البته که خیلی مشکوک‌تر از این صحبتایی. به احتمال زیاد باید چیزی تو لاستیکات فکر کنم تو قایم کرده باشی دیگه. حالا من که نمیذارم رد بشی، میخوام ببینم ارستت بکنم یا نه. چیز خاصی من اینجا نمیبینم، نمیدونم چیکارش کنیم یارو. البته اینکه هیچیش مچ نبود کلا نمیتونیم بذاریم رد بشه، ولی به چیز خاصی میخوام گیر ندم الان و فقط نذارم که رد بشه. شما اجازه عبور از اینجا نداری ولی ارستت هم نمیکنم دیگه. حالا برو گم شو تا گیر جدی بهت ندادم. میزنم میریزم پایین کل ماشین تو. آقا ماشین بعدی بیاد، ماشین بعدی رو بفرستید بیاد. برو رد کارت، بودو بینیم پایین هست اینجا. برو دیگه دور بزن ببینم چه اتفاقی میفته. آروم آروم. چی فکر کردی آخه پیش خودت؟ خب اوکی بود، ایشون مشکل خاص دیگه ای نداشته. شما آقایی که جدید اومدی، اول از همه سب پیاده میشی؟ یا پایین ببینم، من خودتو با اشعه بگردم ببینم چیزی قایم کردی یا نه. تو ماشین چی؟ این ماشینا چرا داشبورد ندارن؟ من میشه همچین چیزی؟ چرا در داشبوردشون باز نمیشه؟ دولو که شانس آوردی چی نبود. عقب چطور؟ عقبم مثلا که چیز خاصی نداره ایشون. آقا بذاری چک بکنیم مدارکت کو. مدارکو بده ببینم. باریکلا. اوزن آلیف. اوکیه. پاسپورت نامبر، پاسپورت نامبر چی؟ اینم اوکیه، مشکلی نداره. تاریخ انقضا اوکیه، اونم مشکلی نداشت. و توریست هستی شما، همه چیش اوکی به نظر میاد ولی این مشکوکه. چند سالت میشه الان تو دقیقا؟ 33. اون آدمی که اینجا بهمون گفته بود چند سالش بود؟ 38. به نظر تو نمیای. آقا یکی از تسکمون رفت، یارو گرفتمش. داداش گلم شما به نظر مشکلی نداری. حالا من که چیزی ندیدم دیگه. شانس بیاری که تو لاستیک ماستیک چیزی قایم نکرده باشی فقط. یعنی نفهمم، اگه هم قایم کردی بتونم زیر سیبیلی ردت کنم بری دیگه. فکر نمی کنم مشکلی داشته باشی. آقا شما بیا برو داداش، همه چیت به نظر اوکی میاد. حالا دردسر فقط واسه ما درست نکنه، نمیدونم دیگه. برو داداش برو، تا با تبر نزدم تو فرق سرت. با این فکرم لاستیکار هم میتونیم جر بدیم. برو ببینم درسته یا نه. ماشین بعدی بیا تو، بیا تو داداش ببینم همه چی مثل اینکه اوکی بوده تا اینجا. تو رو خدا دردسر درست نکنی برام. اوکی بود با باریکلا. $100 درآمد خوب داشتیم. آقا پیاده شو از اونجا با من صحبت نکن که من وایستادم تو این گرماتون نشستی پشت فرمون توضیح میخوای بدی به من از اونجا. خب اول یارو رو میکشونیم پایین، توی ماشینش رو چک میکنیم، صندلی مندلی همه چی.
چیزی مثل این که اینجا نیست، ولی به احتمال زیاد این یارو همون 38 ساله است فکر کنم. تو یه ایرادی داری، یه موزلی داری تو که اومدی اینجا. آقای بوگوسلاو کوزلوف، پاسپورت نامبرت ببینم چه جوریه وضعیت. اوکیه، نشنالیتی مال آکاریستان فکر کنم، مال همین جاییه دقیقاً که داره ورود میزنه. سن چطور؟ 38. آقا خود ایشونه، ما اینو ارستش کنیم الان یا اینکه نذارم رد بشه؟ من فکر کنم اینو باید ارستش کنم چون دنبالشن اینجا هستن. کسی که دنبالشیم دقیقاً خود ایشونه، من فکر میکنم ایشون عضو گنگ. آقا اینو ارستش کنید، بگیریدش. کسافتو کجا میخواستی بری؟ دردسر افتادی متاسفانه. خب دو نفر رو گرفتم، اینو میخوای نجاتش بدیم؟ یه کاری کنیم آزاد بشه اصلا. بنده خدا دیگه فکر کنم به سزای اعمالش رسیده باشه. نرسیدی یعنی آدم نشدی، داری چوب خطم میکشی رو دیوار. آره وایسا، پس با کار دارم من، ولت نمی کنم که به این راحتی ها. خب الان یه جای دیگه باید بریم، یه جای دیگه رو تو صفحه داشت به من نشون میداد. آها با ایشون باید صحبت کنم که ماشین رو برداره ببره ترتمیز کنه، اینجا رو زیاد شلوغ بلوغش نکنن. خب آقا تمومه، امروز هم مثل این که دیگه خبری نیست، باید بریم برای استراحت و برسیم به روز بعدی. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که این بازی رو ادامه بدم و ویدیوهای بیشتری ازش واسهتون درست کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، چند تا کامنت انگلیسی هم لطفاً بذارید که ویو لایکتون نپره. خیلی مراقب خودتون باشید، خداحافظ.